به نام خداوند جان و خرد که از این برترم چه بر نگذرد. فرموده که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. انسان کیست و از کجا آمده و به کجا میره و چه باید بکنه؟ به بهترین وجه در اسلام اصیل و ناب و قرآن کریم به خصوص یافتم. لطف ما را نیست کس فریاد دست، حسبنا الله لطف تو ما را بس. الرحمن الرحیم، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. شبی از شبهای ماه رمضان است. این شبها شبهای روحانی است و بیشتر باید مسائل معنوی و روحانی که تحولی در نفس و روح انسان انشاءالله ایجاد کنه این مسائل پیش بیاد. هر شبی اقتضایی داره، گاهی باید حکمت گفت، دلیل گفت، برهان گفت، گاهی از اوقات باید مسائل معنوی و روحانی رو مطرح کرد، به هر حال به مقتضای زمان و مکان. در قرآن آیه است در سوره اعراف که اونجا گفته شده که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، یعنی راه عفو رو پیش بگیر، به کارهای نیک هم دستور بده و از جاهلان روی گردان، یعنی زیاد باشون مناظره و مباحثه و جدل نکن. در تفسیر طبری در ذیل این آیه آمده که وقتی که این آیه از قول پیامبر این آیه بر من نازل شد، از جبریل توضیح بیشتر خواستم که من چه رفتاری رو پیش بگیرم. جبریل گفت به من، یعنی اون فرشته وحی به من گفت که سل من قطعک، یعنی بپیوند با کسی که از تو برید، و اعت من حرمک و ببخش کسی را که محروم کرد تو را، عطا کن کسی که تو را محروم کرد، و اعف عن من ظلمک و درگذر از کسی که به تو ظلم کرد، یعنی با قدرت، همونطوری پیامبر در فتح مکه با قدرت عفو کرد همه رو. این موضوع در خود قرآن کریم هم آمده که انسان مثلا در قدرت عفو کنه. در سوره نور فرموده که ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. باید عفو کنن، باید درگذرن مسلمان ها، آیا دوست ندارید که خدا شما رو بیامرزه؟ بنابراین تنها حدیث نیست، حدیثی است که متکی به آیات. تو خاورشناسان و مخالفان اسلام که میخوان اسلام رو به خشونت متهم کنن میگوین که این آیات مال دورانهای مکه بوده که پیامبر قدرت و زور نداشته، وقتی که به مدینه رسیده و شمشیر دستش بوده اونجا دیگه عفو و اغماز سرش نمیشده. اینم در اثر این خشونت هایی است که با مسلمان ها انجام دادیم، امثال طالبان و دار دست های دیگه، خشونت هایی که کردن. این فکر در دنیا رایج شده که مسلمان ها اگه قدرت پیدا کنن مردمان خشن و خونریز و انتقامجو و کینه ورزن. در صورت که این آیه که من خوندم از سوره نور بود و سوره نور به اتفاق مفسران سوره مدنی است که گفته ولیعفو ولیصفحو. حالا جلوتر از این میریم، سوره ای که گفته شده آخر ما نزل علی رسول الله، یا به اصطلاح دیگه به هر حال اگه آخر ما نزل هم نباشه خیلی نزدیک به آخرین روزگار پیامبر که سوره مائده است که الیوم اکملت لکم دینکم درشه، اونجا میفرماد که لا تزال لا یزال تطلع علی خائنت منهم، یک سر بر خیانتی از اینها آگاه میشی، مطلع میشی. فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين، پس درگذر از اونها، عفو کن که خداوند نیکوکاران رو دوست داره.
پس بنابراین داستان عفو و اغماز و گذشت و احسان مخصوص دوران مکه نبوده. پیامبر در کمال قدرت هم عفو کرده، چون که در فتح مکه عملا هم نشون داد، فقط شعار قرآنی مطرح نبوده. حالا با توجه به این قضیه و این توصیه هایی که قرآن کرده که وقتی قدرت پیدا کردی عفو کن از کسی که به تو ظلم کرده، کسی که تو رو محروم کرده تو به عکس به او ببخش، کسی که قطع کرده به تو، تو به او بپیوند، و به این صورت هم خودتو بالا بردی و رفعت بخشیدی، هم چه بسا او رو منقلب میکنی، در گاهی از اوقات او رو منقلب میکنی. تلویزیون وقت نشون داد که یه پسرکی با یه پاسداری درگیر شده بود، با پاسدار جوانی، و چاقو در آورده بود زده بود تو قلب اون، کشته شد. حکم اعدام این پسر رو صادر کردن، جمعیت زیادی هم آمدن. آخرین لحظه که خواستن تناب رو، حلقه تناب رو به گردنش بندازن، یه پیرمردی از وسط جمعیت داد زد دست نگه دارید، من پدر مقتولم، من بخشیدم. این پسر افتاد رو پای او، اصلا فکرم نمیکرد. حالا شاید قبلا هم قرار گذاشته بودن ولی به این پسره نگفته بودن. حالا ببینید اون پسر، یعنی اون قاتل، تقریبا چه احساسی نسبت به این خانواده، چه شرمندگی در برابر اینها پیدا میکنه، چه حالتی پیدا میکنه، چه بسا جانباز اونا میشه تا آخر عمر. این است که این قضایا دو طرفه هست، رو انسان، رو طرف رو هم تأثیر میذاره انسان. حالا با توجه به این قضایا ما سوال میکنیم که چرا اگر انسان ایثار بکنه، انفاق کنه، عفو کنه، گذشت بکنه، خودش خوشحال میشه و مسرور میشه؟ چرا؟ ظاهرا من یه پولی رو دارم از دست میدم انفاق میکنم، ظاهرا یه دشمنی رو میتونستم سرکوبش بکنم، حالا بخشیدمش، چرا خوشحال میشه انسان؟ خب شما میگین که سوال نداره دیگه، خوشحال میشه، اما چرا؟ جواب داره. جواب قضیه این است که انسان در باطنش خودش رو موجودی بالاتر از ماده میدانه، و بالاتر از ماده هم هست، یه موجود مجرد میشه. ولذا وقتی که مال رو میبخشه، انفاق میکنه، ایثار میکنه، دیگری رو به خودش در امور مادی ترجیح میده، به اون جایگاه حقیقی خودش که جایگاه والاتر از ماده است نزدیک میشه. این یکی از ادله تجرد روح انسانه، از جمله ادله اخلاقیشه. ادله عقلی داریم، ادله علمی داریم، ادله اخلاقی هم داریم. انسان احساس میکنه که من خودمو بی نیاز نشون دادم، مستغنی از مال دنیا، حاضر شدم اینو به یک محتاج دیگه ای کاملا همه رو بدم، بنابراین من بالاتر از کنه و از تعلق به این ماده و این عالم مادی و اینها هستم، حاضرم از همه اینا بگذرم. لذا انسان فطرتاً خودشو یک موجودی والاتر از عالم ماده میدونه. همون نفخت و فیه من روحی، همون انشأناه خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین، اون حقیقت در وجود انسان هست که انسان با این کارها شاد میشه، چون به جایگاه اصلی خودش برمیگرده. انسانیت انسان هم اونجاست. انسان اونجا روی تور خودش ایستاده. وقتی که ایثار میکنه روی تور خودش ایستاده، یعنی چی؟ یادتون هست که موسی در کوه تور میرفت با خدا مناجات میکرد. حالا ما تشبیهن، نه از نظر تفسیر، تشبیهن میگیم آیا در باطن انسان هم یه توری هست؟ یعنی انسان روی شهواتش بیسته، روی کوه تورش رفته، روی قله وجودش رفته، روی هرسش بیسته، روی قله وجودش رفته، روی نیروی بدنش بیسته؟ نه، انسان اگر ایثار بکنه، اگر انفاق بکنه، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، قرآن میگه دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن هرچند احتیاج دارن. در مقام مدح مهاجر انصار خداوند مدح بلیغشون اینطوری گفت،
اونجا انسان روی قله خودش ایستاده، یعنی روی بالاترین صفتی که میتونه داشته باشه در اونجا رفته، رو تور خودش. شبستری گفته حالا اینا عارفن، ما مسائل اخلاقیش کردیم این قضیه رو، نه مسائل عرفانی. میگه و یا چون موسی عمران در این راه، برو تا بشنوی انی انا الله. مثل موسی عمران برو رو تور وجودت بیست تا الهامات خدا بیاد، تا هدایت خدا بیاد. خدا گفته در سوره تقابون و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که واقعا ایمان به خدا بیاره خدا قلبش رو هدایت میکنه. اونجا انسان میتونه ایمانش رو درست نشون بده که به فداکاری و به ایثار برای خدا، به انفاق برای خدا دست بزنه. شما هر صفحه از قرآن رو باز میکنین، انفقو انفقو انفقو، همش صحبت انفاق گذشته از ماده است، یا عفو یا دیگر اموری که حقیقت انسان رو آشکار میکنه. حالا این موضوع که انسان اون موقع جوهر وجودش آشکار میشه، حقیقت انسانیش، ما باید سعی کنیم که این حقیقت رو در خودمون تقویت کنیم، هی انسانتر بشیم، در جایگاه عالی وجودمون قرار بگیریم، رو تور وجودمون بریم، اونجا با خدا مناجات کنیم تا کلام خدا رو بشنویم، الهام خدا رو بشنویم، هدایت خدا رو بگیریم. برای اینکه ما تقویت کنیم این حال رو در خودمون چه باید بکنیم؟ راه های مختلف هست. در قرآن انسان تشبیه به نبات شده، والله انبتکم من الارض نباتا، در سوره نوح خداوند شما را از زمین مانند یه نباتی رویانده، در زمین پدیدتون آورده. یک نبات از یه طرف ریشه در زمین داره، از یه طرف شاخه در آسمان، هم از زمین تغذیه میکنه هم از آسمان. از زمین آب میگیره، از زمین غذا میگیره، از آسمان نور میگیره، اکسیژن میگیره. انسان هم که تشبیه به یه نباتی شده، آب زلالش عبادته، و هر چقدر این پاکیزه تر و زلال تر باشه، روان تر باشه، انسان رو بهتر میشویه، نظیف میکنه، تلطیف میکنه، لطافت به انسان میده. و غذای او معرفته، هر چقدر معرفتش عالی تر باشه ترقی میکنه. بعد وقتی که خوب تغذیه کرد، سر برآورد، اون وقت از خدا نور میگیره، انزلنا الیکم نورا مبینا، کتاب آسمانی رو میفهمه، الهامات خدا، هدایت خدا بهش میشه، و من یؤمن بالله یهد قلبه. پس هم میتونه از زمین بگیره هم از آسمان. برای اینکه ما خوب تغذیه کنیم که روحمون قوی تر، لطیف تر، انسانیتمون مجرد تر بشه، باید سعی کنیم که غذاهای خوب انتخاب کنیم. گاهی دیدید که مثلا در یه مدرسه یک ساعت اشخاص با هم حرف بزنن، نه فایده دنیا داره اونها نه آخرت، دعاهایی میخونن، دعاهای بیمزه، بیرب، چیزهای. دو تا کتاب هست در عالم اسلام، یکی مکارم الاخلاق ابن عبد دنیاست که از اهل سنت، راجع مکارم اخلاق نوشته، یکی مکارم الاخلاق پسر صاحب مجموع البیانه، یعنی فضل ابن حسن تبرسی یا تبرسی، که اسم او حسن ابن فضله، یعنی اسم پدر بزرگش و پدرش رو این پسر گذاشته. این کتاب مکارم الاخلاق داره، به شما توصیه میکنم که این کتاب رو، چون اخیراً چاپ شده و ترجمه فارسی شده، بگیرید. البته نمیگم غیر از کتاب خدا هر کتابی قابل انتقاده، اما مطالب عالی اخلاقی زیاد داره، باید اینا تو خانواده ها بره، فرزندان آدم با این مسائل اخلاقی آشنا بشن و آداب اخلاقی آشنا بشن.
به هر حال در اونجا، یعنی در این مکارم الاخلاق حسن ابن فضل، آمده که اون عبدالله ابن سلام یهودی مشهور که مسلمان شد و از علمای بزرگ اسلام شد و آخر سوره رعد هم اشاره به اون هست، عرض کنم که من اندهو علم الکتاب، اون از پیامبر یه دعایی خواست و چون عالمی بود پیامبر یه قضای خیلی خوبی بهش داد. اون دعا یه وقتی عرب بیابونی میامد پیامبر یه دعایی بهش میداد، بنز عقل او بهش میداد. وقتی یه عالم اهل کتاب که مسلمان شده به کتاب آسمانی اشاره به اون داره، کفرتم بهی و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله، در آیات متعددی به این شخص اشاره خداوند فرموده، این آمده از پیغمبر دعا میخواد. پیغمبر فرمود اول سجده کن. سجده کرد، یا الله و یا الله و یا الله، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای کسی که زشتی ها رو میپوشانی مخفی میکنی ولی آبروی خیلی آریخته، زیبایی ها رو آشکار میکنی، یا من لم یؤاخذ بالجریره و لم یحتک الستر، ای کسی که فوراً تا گناه کردیم عقوبت نمی کنی، ما رو مهلت به ما میدی، پرده دری نمی کنی، یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها، ای کسی که نعمتها رو شروع میکنی قبل از اینکه لیاقتش رو پیدا کنی، خیلی نعمتها رو جلوتر به ما داده ولی خیلی زحمت لازم بود که لایق اون نعمت ها بشه. چه کلمات! یا عظیم المن، ای کسی که منت و فضلت بزرگه، یا حسن التجاوز، ای کسی که خوب در میگذری، یا واسع المغفره، یا باسط الیدین بالرحمه، ای کسی که دو دست رحمت رو به سوی خلقت گشودی، یا صاحب کل نجوا، ای کسی که مصاحب هر نجواگری هستی، سخنانی که تو دلمون میگیم و هیچ کس خبر نداره با تو داریم میگیم، تو همه رو میشنوی، یا منتها کل شکوا، ای کسی که نهایت شکایت ها در نهایت به سوی تو میرسه، انما اشکو بسی و حزنی الالله، یعقوب گفت حزن و پراکندی ذهنم رو به خدا میبرم، شکایت شو نزد خود، و اعلم من الله ما لا تعلم. بله، اللهم انی اسألک، خدایا من از تو درخواست میکنم. چی میخوام؟ اسب و شتر میخوام؟ به کل اسم سمیت بهی نفسک، با هر اسمی که تو با اون اسم خودتو نامیدی، و انزلته فی کتابک، با هر اسمی که در کتابت، آخر سوره هشت رو بخونی، خودتو نام بردی، او علمته احدا من خلقک، با هر اسمی که به کسی از بندگانت آموختی، آموزش دادی، با اونا تو رو میخوان. بعد میرسه به یه نکته دیگه خیلی حساس، او استعثرت بهی فی علم الغیب اندک، با اون اسمی که فقط نزد خودته و به هیچ کس ندادی، حتما اون اسم ذاته، چون دیگر این اسامی اسامی صفات و افعال خداست، با اینا تو رو میخوانم که چی؟ که چی کار کنی با من؟ که چه رفتاری کنی؟ که چی به من بدی؟ ان تفعل بی ما انت اهله ولا تفعل بی ما انا اهله، با من اون رفتاری رو کنی که شایسته توست، نه اون رفتاری که شایسته منه. عارف کامل یا عالمی که عرض کنم که وارد این طریقت دیانت شده باید اینجور دعا کنه. این دعاها همون آب روانی است که اون نبات میتونه بگیره و انسان رو تلطیف میکنه، لطافت به انسان میده، انسان رو تقویت میکنه،
انسان رو به اون مرکز آدمیت و تجرد خودش باز میگردانه. بعد ایثار، انفاق، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، درد دیگران رو داشتن، بی درد زندگی نکردن. الان یکی از اعتراضاتی که به دولت شده این است که آقا مردم آذربایجان شرقی 200 نفر 300 نفر زیر خاک عرض کنم که مدفون شدن، مردن، شما اصلا به فکر نیستید، تسلیتی نگفتید، صحبتی. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد عبدو، یه آتش سوزی در مصر رخ داد، تو تفسیرش نوشته اون شب که من اینو شنیدم تا صبح خوابم نبرد، اصلا خودم تو اون آتش ها می دیدم، بچه های خودم به تو اون آتش ها می دیدن. ارواح لطیفه اینطوری فکر میکنن، اینطوری احساس میکنن که عروج میکنن، تعالی پیدا میکنن، بالا میرن، نه اینکه فقط فکر چلو کباب افطار باشن. پس بنابراین ما باید بیایم تو راهی که به ما لطافت میده، عظمت میده، ما رو در جایگاه حقیقی انسانیمون مینشانه. و اگر تازه انسان بخواد تو جامعه مؤثر باشه، باید اول روی خودش مؤثر باشه، اول باید به تأدیب نفس خودش بپردازه تا بتونه به تأدیب دیگران بپردازه. روی این جهته که باید خیلی ما خودمون رو کار کنیم روی خودمون. فکر نکنیم، فکر نکنم بنده رسیدم به اون بالاها دیگه احتیاجی نیست. نه، خیلی ابتدایی هستم، باید خیلی زحمت کشید. مخصوصا در نظر بگیرید که ما خودمون داریم برای یه جهان ابدی آماده میکنیم که برگشتم نداره، مهلت کمی هم داریم. دوران اولیه که 10-15 سال دوران بلا تکلیفیست، یعنی تکلیف برای ما مقرر نشده و کودک، مقداری هم که خواب و مقداری هم تلاش معاش، و چقدر مگه وقت داریم برای یک زندگی ابدی خودمون رو بسازیم. حالی گیرم دوزخ هم ما رو نبرن، خیلی خوب دوزخ هم ما رو نبرن، خدا لطفش خیلی زیاده، عرض کنم که، اما در چه مرتبه انسان همیشه قرار بگیره؟ آیا بهتر نیست که در مرتبه اولیاء خدا قرار بگیره؟ آیا بهتر نیست با کسانی باشی که خدا میگه و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا؟ بهتر نیست؟ آدم وقت داره، مجال داره با این کتاب نورانی، با این مشعل هدایت خدا یعنی قرآن کریم، میتونه سیرها بکنه، آدم سیر الالله بکنه، خودشو تهذیب بکنه، تزکیه بکنه. اینا صوفیگری نیست، اینا بعد روحانی و معنوی دینه، غیر از مناکحات و معاملات و مراوداتی که در دین قوانینی آمده برای اون کارها و قسمتشان به عقل خود بشر سپرده که در هر زمان تصمیم بگیرن، مشورت کنن، امرهم شورا بینهم و از اینها. این بعد دیانت از همه مهمتره. و استل اتم ممکارم الاخلاق یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. به این جهت است که به این قضایا باید بیشتر توجه داشت. زیبایی در قرآن کریم خب گاهی مطرح شده، مثلا می فرماید که گله هایی که شما فرستادید برای چرا در سوره شریفه نحل، وقتی که باز می گردن دست دسته چه زیبایی داره مثلا، و همطور زیبایی های طبیعت در قرآن در سوره فاطر راجب احجاری که رنگ های گوناگون داره، کوه ها، سنگ های مختلف، مناظر مختلف. عرض کنم که انبتنا فیها من کل زوج بهیج، انواع گیاهان، گل های زیبا که در طبیعت هست، قرآن کریم به همینا توجه کرده. ولی اونجا که یوسف صدیق
در برابر زلیخا میگه معاذ الله انه ربی انه احسن مثواي، از هر زیبایی طبیعی بالاتره. اونجا که یوسف برادرانش میگن آیا تو همون یوسف هستی؟ قال انا یوسف و هذا اخی. بعد چی بگن اونا؟ میگوین که والله لقد تا آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین، سوگند به خدا که تو از ما بهتری، خدا تو رو به ما ترجیح داد و ما خطا کاریم. یوسف هم نگفت بله دیدید من از شما بهترم. قال لا تسریب علیکم اليوم، گفت امروز سرزنشی هم بر شما نیست. یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خدا شما رو میامرزه و هو ارحم الراحمین. این قشنگتره یا اون سنگهای کوها؟ زیبایی که برای انسان قرآن کریم عرض کنم گفته، این زیبایی فرمود که انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریبشا و لباس و تقوا ذلک خیر. ببین به کجا زد آخرش. یه لباس ظاهر هم شما رو میپوشانه هم زینت برای شما، اما یادتون نره لباس تقوا زیباتره، بهتره، خیر در لباس تقواست. یاره اونه. خب امشب آخر شب ماه رمضان مقتضی است که این مسائل روحانی و معنوی مطرح بشه. هر شبی اقتضای خاص خودشو داره و این قرآن کریم از آسمان آمده، از سوی خدا آمده تا ما رو آسمانی کنه، ببره بالا، نه اینکه پرواز کنیم بریم آسمان، تا اینکه رنگ الهی به کارهای ما بزنه، رنگ آسمانی بزنه، تا اینکه کارهامون همه با قصد قربت به خدای تعالی باشه. هر عملی میکنیم داخل اون عمل یا حتی قبل از اون عمل این آیه قرار گرفته باشه، هر چند نخوانیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت، این آیه قبلش باشه. در واقع کنه این آیه رو خوندیم و وارد عمل شدیم. حالا اعمال ما گاهی از اوقات هم حتی بی عملی است، اونم باز برای خدا باشه. یعنی چطور؟ رحم الله من نطق لله و سکت لله و قام لله و قعد لله. خدا رحمت کند کسی رو که برای خدا حرف میزنه، برای خدا سکوت میکنه. یه جایی میبینی کسی بهتر از من میتونه نظری بگه، چرا من هی به خودی شروع کنم نظرم اون حرفشو بزنه؟ خدا رحمت کند کسی رو که قیام میکنه و کسی که سر جاش میگیره میشینه. گاهی یک کاری نکردن، حرفی نزدن، فضولی نکردن برای خدا اونم اهمیت داره. خودنمایی نکردن اونم عبادت خداست. زندگی انسان سراسر پاک بشه، مهذب بشه، اون وقت انسان یه موجود لطیفی میشه. ظاهرش الهیکلو هیکل المادیه، هیکل المادی، ظاهر هیکل هیکل مادی است ولی باطنش یک امر نورانی، روحانی، الهی در وجود انسان هست. این است که تا خدا به همه ما مجالی داده، فرصتی داده و این کتاب الهی رو در اختیار ما گذاشته، از او درخواست میکنیم که به ما توفیق فهم و عمل و اخلاص عطا کنه تا به این مقامات برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. فرموده که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. انسان کیست و از کجا آمده و به کجا میره و چه باید بکنه؟ به بهترین وجه در اسلام اصیل و ناب و قرآن کریم به خصوص یافتم. لطف ما را نیست که از فریاد دست، حسبنا الله لطف تو ما را بس.